بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی المهدی الذي وعد الله به الامم در این برنامه میخوام به پرسش ها و پاسخ های مهدوی بپردازیم امام زمان علیه السلام دشمن زیاد داره و زیاد داشته دشمنان امام زمان در صدد تضعیف ایمان های ما هستند ما باید ایمان ها رو تقویت بکنیم بچه هامون جوون هامون سوال میپرسن پاسخ های قانع کننده برای اونها آماده کنیم ممکنه پرسش هایی که من در این برنامه مطرح میکنم بعضی رو قانع نکنه سراغ علمای دیگه برن منابع دیگه برن من به اندازه سواد کم خودم و خیلی مختصر به پرسش هایی در این برنامه میخوام پاسخ بدم سوال اول آیا اعتقاد به آمدن منجی مخصوص شیعه هست خب این رو خوب ما بدانیم که نه اهل سنت هم عقیده دارن این تو نیست که چند یا چند ده حدیث برای امام مهدی علیه السلام داشته باشیم همه فرق مسلمان به امام مهدی علیه السلام اعتقاد دارن تفاوت در این است که شیعه معتقد است امام زمان به دنیا آمده فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است بعضی از فرق اهل سنت میگویند نه در آخر الزمان به دنیا خواهد آمد ولی اصل مهدویت رو قبول دارند به جز مسلمان ها یهودی ها مسیحی ها حتی ادیان زمینی بودایی ها برهمن ها ها در تمام ادیان اعتقاد به منجی یعنی کسی خواهد آمد بشریت رو نجات خواهد داد وجود داره در جاهای مختلفی در بعضی از کتابهای آسمانی به جز قرآن بیش از 20 جای اون کتاب که الان منابعش وجود داره در تورات در انجیل اشاره شده به آخر الزمان اشاره شده بشارت داده شده به آمدن منجی این سؤال اول سوال دوم چطور یک انسان عمر طولانی می کند؟ امام زمان علیه السلام الان عمر مبارکشون هزار و چند صد ساله چطور ممکنه چنین چیزی؟ پاسخی که عرض می هیچ دانشمند نیامده بگه این کار محاله دانشمندان برای عمر انسان هیچ دانشمندی حد و اندازه ای رو مشخص نکرد حتی داروهایی رو گاهی پیشنهاد میکنن برای طولانی تر شدن عمر ماهیهایی وجود داره در اقیانوس ها که چند ده هزار سال عمر کردن و همه موجودات زنده حیاتشون برمیگرده بر اساس اعتقاد ما به الله هو الحی القیوم اللهی که زنده و پاینده است خداوند اراده بفرماید اینی که در قرآن ما میخوانیم پیامبری به نام نوح فقط پنجاه سال که در قرآن این عدد آمده پیغمبری کرده چند سال عمر کرده نمیدانیم فقط پنجاه سال پیغمبری کرده یا درباره عیسی ابن مریم در قرآن میخوانیم که او را نکشتند او را به دار نیاویختند بلکه خداوند مسیح را به سمت آسمان برد تا روزگاری که خود اراده بفرماید این نمونه هم در قرآن هست عمر طولانی محال نیست دانشمندان مخالفتی ندارند حیات موجودات به دست خداست خدا اراده بفرماید میتونه عمر کسی را طولانی کند مثالی که استاد عزیزم حاجی قرائتی میزند موی ابرو و موی صورت خب ما در صورتمون یه پوسته یه موه مواد شیمیاییش هم یکیه این ابروها گاهی تا پنجاه سال ثابتن دیدی از سن شصت سالگی به بعد آرام آرام بلند میشن اما این محاسن دو هفته یه بار میریم سلمونی همون خدایی که به موهای ابرو دستور میدهد رشد نکنید به موهای صورت دستور میدهد پیوسته رشد همون خدا یک پیغمبر رو مثل نوح نبی هزار سال یا بیشتر عمر میدهد پیامبر دیگر با عمر کوتاه اراده پروردگار پشت این مسئله است سوال سوم آیا امام زمان خانواده دارد همسر و فرزند دارد به قول آجای قراتی به چه درد شما بخوره؟ بعضی از سوالها ها چه فایده ای داره برای شما حالا بعضی مشتاقن بدانن جوابش اینه که نمیدانیم خیلی چیزها رو ما نمیدانیم ولی این رو میدانیم که ازدواج سنت پیغمبر است و اولاترین کسی که به سنت پیغمبر عمل کند فرزندان پیغمبران بر اساس این اصل میگوییم امام زمان علیه السلام ازدواج کرده همسر داره فرزندان داره چند تا فرزند نمیدانیم و خیلی هم پیگیری نمی سوال چهارم محل زندگی امام زمان علیه السلام کجاست؟ آیا این درست است که در جزیره به نام جزیره خزرا یا بعضی تعبیر کردن مثلث برمودا در آمریکای جنوبی جوابش نه ما از محل زندگی امام زمان اطلاع نداریم خداوند این طوری خواسته این سخن از مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام به ما رسیده امیر المؤمنین فرمود سوگند به خدای علی مهدی میان مردم هست در کوچه ها و راه ها قدم برمیدارد به خانه ها و مجالس اونها سر میزند در شرق و غرب زمین رفت و آمد می کند با مردم صحبت می کند اما مردم او را نمی شناسند حکایت قصه است که در سوره مبارکه یوسف آمده برادران یوسف که بیش از سی سال یوسف رو ندیدن فکر می کردن برادرشون در چاه از دنیا رفته نمیدانستند این عزیزی که در مصر هست برادرشون هست قرآن این رو میگه فعرف هم یوسف برادرها رو شناخت اما اونا نشناختن محل زندگی امام مهدی علیه السلام کجاست جواب نمیدانیم ولی میدانیم بر اساس گفته امیر المؤمنین علیه السلام در بین مردم رفت آمد میکنه حضرت با مردم سخن میگوید نظارت میکنه بر کار مردم این رو میدانیم سوال پنجم چرا نام امام مهدی علیه السلام در قرآن نیست؟ این هم یه سوال سابقه داریست چرا نام حضرت علی علیه السلام در قرآن نیست؟ چقدر خوب میشد خدا اسم حضرت علی رو می آورد همه دعواها تمام میشد چی جواب بدیم به این سوال؟ اسم امام مهدی رو می آورد دعواها تمام میشد واقعا این طوره؟ خب اسم پیغمبر عزیز ما در تورات آمده در انجیل آمده یهودی ها تن دادند اصلا خود قرآن میگه در تورات در انجیل نام پیامبر ما اسم او احمد صلی الله علیه و آله و سلم اصلا یهودی ها از صد سال قبل از ظهور اسلام از فلسطین از اون مناطق خودشون به عشق دیدن پیغمبر اسلام آمدن مدینه اما وقتی پیغمبر رو دیدن و یقین کردن همون نشانه ها بر پیامبر اسلام قابل تطبیق است از روی هوس از روی طمع نپذیرفتن شما فکر میکنید اگه اسمی بود اسم حضرت علی تو قرآن میبود تن میدادن کسی که بخواد مخالفت بکنه مخالفت میکنه خداوند حجت هایش را بیشتر با وصف معرفی کرده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو الذین یقیمون السلات و یعتون الزکات و هم راکعون ولی شما خدا و رسول خدا و کسی است که در رکوع زکات میدهد وصف رو خدا گفته شما باید بری پیدا کنید نشانه های یک رهبر صالح در قرآن آمده فرموده اتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم شما باید اول الامر رو بری پیدا بکنی نام امام زمان علیه السلام با اسم نیامده با وصف آمده اگرم با اسم میامد، آمد اونایی که میخواستن مخالفت بکنن مخالفت میکردن اینکه که رمز بود و نبودی ابن تاها ای که دل از کفم رو بودی اشق دلها دیده یه وصل خود گشودی مولا مولا من نبودم اگر نبودی مولا مولا من نبودم اگر یه سوال دیگه با اینکه قرآن در آیه اول از سوره نحل فرموده عجل نکنید فلا تستعجلو پس چرا ما عجله میکنیم در اومدن امام زمان؟ گاهی توی فضای مجازی یه شبه میاد آدم میگه راست میگه خود خدا گفته شفاعت نیست ما چرا میدیم شفاعت هست یه جای قرآن رو میدیره از بقیه جاها قافله سوره نحل آیه یک فرموده عجله نکنید چرا ما عجله میکنیم میدیم یا صاحب از زمان عجل علا ظهورک چرا جوابش اینه اون آیه راجب مشرکینه پیامبر اسلام که آمد اونا که لجبازی می کردن با پیغمبر حضرت فرمود وعده عذاب در کاره جهنم در کاره خداوند با آب با خاک با توفان شما رو نابود خواهد کرد مثل امتهای قبلی ایمان بیاورید اینا گفتم خب همین الان نفرین کن یه بارونی ببارد یه سائقه بیاید اینه که آیه نازل شد لا تستعجلو عجله نکنید برا نزول عذاب وگرنه خود همین کتاب آسمانی ما میفرماید فاستبقوا الخیرات در رسیدن به خیرات عجله کنید سبقت بگیرید ما هر صبح و شام از مؤذن این کلام را میشنویم اجلو حیه حیه علی الصلاه حی علی الفلاح حی علی خیر العمل سابقو فستبقو پس عجله ای که درباره امام زمان علیه السلام هست عجله درسته منطقی است حدیث داریم کارهاتون رو تا بررسی نکردید مطالعه نکردید مشاوره نکردید عجله نکنید اما وقتی مطالعه کردی عجله کن فهمیدی این کار درسته خیر عجله کن یه سوال دیگه حدیث داریم امام زمان علیه السلام وقتی تشریف بیارن دنیا پر از ظلم و جور میشه حاج آقا به نظر شما خوب نیست خود ما هم بیام کمک کنیم به گناه به ظلم و جور تا امام زمان زودتر بیاد ممکنه بعضی خندهشون بگیره نه این فکر وجود داره در جامعه قبلا هم وجود داشته بر اساس یک حدیث یک فکر غلط حدیث این رو میفرماید دنیا پر از ظلم و جور خواهد شد پس بیان ما هم کمک کنیم برای اومدن امام زمان دیگران رو اذیت بکنیم دروغ بدیم بیهجابی رو رواج بدیم ظلم بکنیم تا امام زمان زودتر تشریف بیاورن جوابش اینه حدیث میفرماید دنیا پر از ظلم میشه نه پر از ظالم آمدن امام زمان یاران کافی میطلبت انسان های خالص طلبد فداکاران بزرگ طلبد ما بر اساس قرآن حرکت میکنیم قرآن میفرماید ظلم نکنید قرآن میفرماید غیبت نکنید قرآن میفرماید تفتیش نکنید اینا گناه از نظر قرآن قرآن میفرماید تجاوز نکنید چارچوب راه رو را قرآن برای ما مشخص کرده ظلم در قرآن مورد نکوهش قرار گرفته فریاد میزند قرآن الا لعنت الله علی الظالمین همه بدانند چطور ممکنه این دین به ما اجازه بده ظلم بکنیم تا امام زمان تشریف بیاورن نه وظیفه ما عدل است وظیفه ما احسان است تحت تاثیر وسوسه های مخالفین قرار نگیریم یه سوال دیگه وظیفه ما منتظران امام زمان چیه اولش معرفته حدیث داریم من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیه هر کس بمیرد امام زمانش را نشناست به جاهلیت مرده خب امام زمان را بشناسیم امام زمان فرزند امیر المؤمنین. اصلا امامت که در زیارت جامعه توصیف شده بشناسیم امام در جهان چه نقشی دارد چه جایگاهی نزد خدا دارد در تاریخ چه نقشی ایفا کرده چگونه می توانیم با او ارتباط برقرار کنیم چه توقعاتی از ما دارد این اولین وظیفه منتظران است دو الگو بگیریم از امام شباهت پیدا کنیم با امام زمان سه معرفی کنیم امام زمان را به مردم دنیا چهار ایمان هامون رو حفظ بکنیم حدیث داریم آخر و زمان نگهداری ایمان مثل نگهداری آتیشه آتیش رو یه لحظه ما نمیتونیم حفظ بکنیم نگهداری ایمان در آخر و زمان خیلی سخت میشه امام صادق علیه السلام فرمود در آخر و زمان این دعا را زیاد بخوانید یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک ای خدایی که دلها به دست توست دل مرا بر دین خودت استوار قرار بده اینها وظایف ما در زمان غیبته سوال نهم چرا باید برای سلامتی امام زمان علیه السلام دعا کنی؟ خب شما همین امروز تو این برنامه گفتید خدا اراده کرده امام زمان سالم باشه خب خدا اراده کرده من برای چی دعا کنم جوابش اینه که اولا امام زمان علیه السلام یه بود ماورایی آسمانی دارد یه بود زمینی الان گفتیم تو بین مردم زندگی میکنه خب امام زمان مثل بقیه مریض میشه وقتی من دعا می کنم به امام زمان خود خدا در دعا برای مریض اثر قرار داده این سفارش سفارش درستی است علاوه بر این برای خود دعا کننده اثر داره حدیث داریم وقتی برای فرج امام زمان دعا می کنید امام زمان برای گشایش شما تو کارهای خودتون دعا می کند. دعای ما برای سلامتی امام زمان غیر از این که برای سلامتی اون وجود مبارک تأثیر داره برای گشایش کارهای خودمون برای سلامت خودمون برای موفقیت خودمون تأثیر داره نشانه عشق ما ادب ما به بزرگترین شخصیت این عالمه و اما سؤال دهم ده یاران امام زمان علیه السلام چند نفرن الان جمعیت دنیا مثل اینکه که هفت میلیارده ما زیاد میشنویم یاران امام زمان سی و نفر میگه آقا سید ها چه قای بهشتی پس بقیه مردم چه کار خواهند کرد سی و نفر خب بقیه تا هفت میلیارد شیش میلیارد اینا چی میشن جوابش اینه 313 نفر شورای مرکزی حکومت امام زمان هستند حدیث داریم این 313 نفر این چهار گروه هن. مدیران فرماندهان قاضیان دانشمندان مدیران فرماندهان قاضیان دانشمندان اداره کره زمین را امام زمان علیه السلام توسط این سیزده نفر که از برجسته ترین یاران حضرت و نخبگان هستند و یعنی یاران امام زمان چند نفرن؟ ملیون ها نفر از شرق، از غرب، عرب، عجم، بانوان، آقایان، جوانها، پیرها سؤال یاران امام زمان چند نفرند؟ جواب میلیون ها نفر میلیارد ها نفر اون 313 نفر پس چیه 313 نفر شورای مرکزی اداره کننده جهان تحت سرپرستی امام زمان علیه السلام حالا اگر کسی آرزو کند خدایا یا من رو جز اون 313 نفر قرار بده یک کسی مثل قاسم سلیمانی خداوند این اقبار رو به او بده تو اون جمع قرار بگیرد. یاران امام زمان میلیون ها نفرند سی و سیزده نفر نه حدیث داریم اروپایی ها دانشمندان اروپایی زودتر از عرب ها به امام زمان لبک میگویند امام زمان وقتی ایده خودش رو مطرح میکنه با استقبال روبرو میشه بریم به سمتی که از یاران امام زمان باشیم ان شاء الله خدا نگهدار شما استاد سید جواد بهشتی در این برنامه فرمودند در این جلسه به پاسخ بعضی از مسائل طرح شده درباره مهدویت میپردازیم یک اعتقاد به آمدن منجی مخصوص شیعیان نیست و علاوه بر اهل سنت که تنها در برخی مسائل آن با ما اختلاف دارند غالب ادیان آسمانی و حتی برخی از ادیان زمینی به آمدن منجی اعتقاد دارند دو، عمر طولانی محال نیست و دانشمندان مخالفتی با این مسئله ندارند و در قرآن نیز نمونه هایی برای این مسئله ذکر شده است. از طرف دیگر، حیات موجودات به دست خدا است. اگر خدا اراده بفرماید، میتواند عمر کسی را طولانی کند. پس طول عمر حضرت امر بعیدی نیست سه بر اساس سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امام زمان علیه السلام ازدواج کردند و فرزند دارند چهار محل زندگی امام مهدی علیه السلام را ما نمیدانیم. ولی بر اساس گفته امیر المؤمنین علیه السلام حضرت حجت در بین مردم رفت آمد دارند با مردم سخن میگویند و بر کار مردم نظارت می کنند. پنج نام امام زمان علیه السلام در قرآن به اسم نیامده ولی با وصف آمده است اگر هم با اسم آمد آنهایی که می مخالفت کنند مخالفت می کردند شش ای که در ظهور امام زمان علیه السلام وجود دارد عجله ای درست و منطقی بر اساس فهم و بصیرت است هفت بر اساس روایت در زمان ظهور حضرت دنیا پر از ظلم و جور می شود اما به این معنی نیست که ما باید ظلم کنیم و دنیا پر از ظالم شود هشت، وظایف منتظران عبارت است از معرفت به امام زمان علیه السلام الگوبرداری از حضرت معرفی کردن ایشان به مردم دنیا و حفظ ایمان در این دوران نو دعای ما برای سلامتی امام زمان علیه السلام غیر از اینکه برای سلامتی آن وجود مبارک تأثیر دارد برای گشایش کارها و سلامت و موفقیت خودمان نیز تأثیر دارد و نشانه عشق ما و ادب ما به بزرگترین شخصیت این عالم است ده یاران امام زمان علیه السلام میلیون ها نفر می باشند اما 313 نفر شورای مرکزی حکومت ایشان را تشکیل می